سلام به بینندگان و شنوندگان برنامه میزگرد جمهوری خواهی از تلویزیون رنگی کمان. برنامه امشب و به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر به امر حقوق بشر در ایران اختصاص دادیم. در این برنامه آقای حسن نایب هاشم و آقای پرویز مختاری شرکت خواهند داشت. سعی میکنیم که یک جمع‌بندی از مجموعه اتفاقات و کارهایی که در سال 2020 میلادی انجام شده داشته باشیم. بیشتر بریم روی این که یک جمع‌بندی هم آقای نایب هاشم ارائه بدم و هم آقای مختاری، بعد هم بپردازیم به یک سری پرسش هایی که برمیگرده به اتفاقاتی که در این آخرین روزها افتاده و ببینیم که اوضاع چجوری هست، چجوری میتونیم تحلیل و تفسیر بکنیم. آقای نایب هاشم، آقای مختاری هنوز نیومدن، برنامه رو با شما شروع میکنیم. اگر لطف بکنید در ابتدا کوتاه در 5-6 دقیقه یک جمع‌بندی کوتاه از مجموعه چیز مسائلی که اتفاق افتاد و کارهایی که انجام شد، اصلی ترین کارهایی که در این سال انجام شد بفرمایید که بینندگان و شنوندگان ببینن که اوضاع حقوق بشر در این سال چی بوده. بفرمایید. من ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شما برگزار کنندگان این برنامه و همچنین بینندگان برنامه شما در هر جای دنیا که هستن. خوشحالم که بار دیگه این فرصت رو دارم که در خدمت شما باشم و راجع به این موضوعات مهمی که مربوط به حقوق بشر هست بتونیم صحبت بکنیم. اگه اجازه بدید، چون به هر حال نزدیک روز حقوق بشر رو 10 دسامبر رو به همه عزیزان، همه کسانی که این برنامه رو میبینن تبریک عرض میکنم و امیدوارم که مسائل مربوط به حقوق بشر هرچه بیشتر در همه جوامع دنیا مطرح بشه و پایه حرکت همه افراد دنیا باشه. در موافق باشید، به هر حال سال به سال رو همین از نزدیک 11 دسامبر به 11 دسامبر به 10 دسامبر به 10 دسامبر در واقع بررسی کنیم. این مسئله در واقع حالا سال میلادی کنونی نباشه، حالا یه ماهش و یه ماه رو به یه معنی در واقع یا چند روز رو، یه ماه هم کمتر هست دیگه، این بگیم در واقع سال به جای سال بگیم در یک سال چه اتفاقی افتاده. ببین، به طور کلی خب ما وقتی که دنیا رو میشه بررسی کرد که حالا جای خود داره که در با چه شرایطی مواجه بود، با ایران هم در واقع ارتباط داره، موافق باشه بیشتر راجع به ایران صحبت بکنیم. تو ایران در این سال ما مواجه بودیم با شاید 3 پدیده یا 4 پدیده به مهم. یکی مسئله به هر حال تقریبا با همین مقطعی که الان داریم صحبت میکنیم همزمان هست، رویدادهای آبان ماه هست، که رویدادهای آبان ماه یک تحول اساسی میشه گفتش که در وضعیت داد، هرچند که سابقه در دی ماه 96 و مرداد ماه 97 داشته، ولی که خب یک فرازی هست اعتراضات آبان ماه و از سوی مردم اون اعتراض وسیعی که انجام شد و خب سرکوب وحشیانه که انجام شد از طرف حکومتیان که خب کاملا نقض آشکار حقوق بشر بود. بنابراین این یکی از فرازهای اتفاقات سال گذشته بود. یکی متعاقب اون مسئله حمله به هواپیمای اوکراینی بود یا در آستانه جنگ قرار گرفتن ایران و آمریکا بود بعد از ترور آقای سلیمانی و بعدش هم خب به هر حال یک خودزنی که عملا به صورت حمله موشکی سپاه به هواپیمای اوکراینی صورت گرفت در دی ماه، که خب این هم باز مسئله، یعنی فرازی بود که باز اعتراضات وسیع رو دامن زد و خب طبیعیه که بعد از در همون مقطع سعی کردن که یک انتخابات نمایشی فرمایشی دیگر رو که انتخابات مجلس هست رو بتونن انجام بدن و توانستن هم در مجموع تو اون وضعیتی که بود انجام بدن، هرچند که خب مجلس برآمده از اون وضعیتش مشروعیتی نداره و خب میزان مشارکت در اون بسیار پایین بوده و با تقلب ها حدود 40% خودشون گفتن و بدون تقلب ها بحث از حدود 10% 20% مشارکت هست و مشارکت واقعی در این انتخابات صورت نگرفت. و همزمان با اون یا زودتر از اون
مسئله کرونا است که تمام کشور رو در بر گرفته بود، از شواهدش از اون زمان مشخص بود، برای اینکه خب این انتخابات رو بتونن برگزار بکنن و بتونن تظاهر کنن که هیچ مسائل در واقع به صورت عادی هستش، این رو لاپوشانی کردن و بعد از انتخابات هستش که اعتراف میکنن به این مسئله. و خب تا الان مواجه هستیم با کرونا و درگیری های مربوط به اون. این چهار مسئله در واقع مسئله خاص سال گذشته بوده دیگه، بقیه مسائلی که روی داده رویدادهای کوچکی در کنار اونها هستش. تمام این مسائل در قطعنامه‌ای که کمیته سوم مجمع عمومی یک دو هفته پیش صادر کرد که در خود مجمع عمومی یک دو هفته آینده دوباره تصویب خواهد شد، منعکس هست و نشون دهنده تغییر وضعیت حقوق بشر در کشور هست و بروز شدن اونه، هرچند که سه شاخصه ای که هست این که نقض حقوق بشر بسیار گسترده است، همه جانبه و گسترده است، فاحشه یعنی فوق‌العاده شدیده و زننده است، گزنده است، و سیستماتیکه یعنی کاملا با برنامه ریزی حقوق بشر در همه عرصه ها سعی میشه که توسط جمهوری اسلامی نقض بشه. و از اونجا که میدونیم که حقوق بشر در هم تنیده است، یعنی تمام حقوقی که هست تو زوایای مختلف یک یگانگی خاصی رو داره و نقض یکی با نقض بقیه همراه هست، بنابراین و احقاق یکی با بقیه هست، به هر حال باید از این زاویه دید وضعیت کلی رو. به عنوان مقدمه این بحث رو خدمتتون عرض کردم و در مرحله بعدی در خدمت. مرسی، خیلی ممنون. سلام آقای مختاری، مرسی که تونستید برسید. ما برنامه رو با یک جمع‌بندی که آقای نایب هاشم داشتن از وضعیت حقوق بشر در ایران در این سال در واقع میشه گفت، از دسامبر گذشته تا این دسامبر، و حالا من فکر کردم که در همین ارتباط پرسشم رو از شما بکنم و شما مطلبی رو نوشتید به نام نگاهی به جایگاه حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی. این جایگاه رو به طور کلی مد نظرم نیست، پرسشم در سال، در این سال این جایگاه چی بوده، یعنی مجموعی که میشه گفت تو این سال جمهوری اسلامی در کارهایی که انجام داده به صورت یک جمع‌بندی اگه بخواین ارائه بدین، و کارهایی که در واقع فعالین حقوق بشر در این سال کردن، انجام دادن، و اگر موفقیت هایی بوده این رو هم بفرمایید. بفرمایید، خیلی ممنون. سلام خدمتتون. من بخش میخوام از تاخیر، نمیدونم کامپیوترم چه بازی داشت که نمیخواست من را بده تو اتاق. به هر صورت ببینید، جمهوری اسلامی ایران در واقع همه روزه به نقض دائمی و مستمر و پایدار حقوق بشر مشغوله و حجم این نقض اونقدر زیاده که واقعا شما یه مغز کامپیوتری میخواد که بتونه اینا رو هی بگیره و جمع بکنه. مثلا این الان آخرین موردش این آقای دکتر جلالی فرد بردن سیر اعدام، یه روز نمیدونم عکس زن بچهش رو بهش نشون میدم، میگن یا اونا ببین کشین دا خودت رو میکشین، به اشکال مختلف تحت فشارش قرار دادن، دستگیری های وسیعی که صورت میگیره این روزها از فعالین حقوق بشری، از فعالین مدنی، از فعالین سیاسی، از فعالین صنفی کارگری، اونقدر این حجم زیاده و همه ساله هرچی به نظر من بیشتر خودشون تو باطلاق که از مشکلات و چالش های عظیم زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی در سطح داخلی و جهانی ایجاد کردن بیشتر فرو میرن، همونقدر ضرورت پایمال کردن حقوق مردم رو انگار حس میکنن، بر این ضرورت
گویا جناهای هستش درونش که میگن آقا باید کوبید، ولی اگر اینا یک بار برخیزند دیگه ما همونطور که فکر میکنم آقای باهنر گفته بود کار ما رو تمامه اگه اینا نکوبی میشون. اگه کوبیده نمیشدن در دهه در آبان 98 کار تمام بود. به موردی نمیشه شمار. 68 بار سازمان ملل متحد و ارگانهای حقوق بشری مربوط به اون تا کنون از سال 1364 تا حالا 68 بار قطعنامه علیه اینا صادر کردن و هر دفعه هم پاسخهای کلیشه‌ای بوده، این کار دشمن هاست، این قطعنامه سیاسی، این قطعنامه حقوق بشری نیست. خب اگه شما راست میگید کلاک پاکه، چه منتش به خاکه؟ خب این گزارشگران ویژه که تا حالا تعیین شدن یک را بدید بیاد اونجا و بهشون نشون بدید که همه ماها توی خارج از کشور، همه ارگانهای تشکیل سازمان ملل در حوزه حقوق بشر، امنیستی، همه داریم دروغ میگیم برای شما. خب ثابت کردنش کاری نداره اگه واقعا چنین چیزی وجود نداره. به مواردی که من در اون نوشتم بهش اشاره میکنم، موادی که میشونم، اونها تقریبا تو تمام این قطعنامه ها تکرار میشه. حقوق اساسی و پایه هر انسانی رو زیر پا میذاره. همونطور که آقای دکتر نایب هاشم گفتن، قوانین حقوق بشر یا این منشور جهانی حقوق بشر که از 30 ماده تشکیل میشه، این همه این موقع یه تنه، یه ارگانه، مثل یه ارگانه به هم پیوسته. شما با نقض یکی باقی رو نقض میکنید. فرضاً مثلا بگیم اگر مسئله حق مسکن، کسی که مسکن نداره، خب حق برخورداریش از آموزش و بهداشت عمومی پامال میشه. کسی که نتونه آموزش ببینه نمیتونه کار خوب گیر بیاره. کسی که نتونه کار خوب گیر بیاره نمیتونه زندگی مناسبی رو برای خودش تامین بکنه، نمیتونه امنیت برای خودش و خانوادهش تامین بکنه. اینا به صورت یه زنجیرن، شما هر جاش رو پاره کنی جای دیگهش، یعنی این زنجیر اصلا گسیخته میشه. اینه که شما همین مورد دو سه روز گذشته که الان مسئله روز حقوق بشری در ایران هستش، آقای دکتر رو در نظر بگیرید که از اینجا میخواد میگه تو خود حدیث قصه بخوان از این مجمل. من تصور میکنم که اسپوردن از این که چقدر طول کشید، چقدر زحمت کشیده شد، چقدر رنج برده شد که خانم ستوده که مبتلا به کرونا شده بود از زندان فعلا مرخصی دادن، یا خانم احمد محمدی رو با اون وضعیت جسمیش، یا نگاه بکنید همین زنده یاد دکتر ملکی که امروز همه ما رو غمگین کرد، ایشون رو ممنوع خروج کرده بودن، نتونست بیاد خانوادش ببینه، نتونست بیاد نوه‌اش ببینه. من نمیدونم چقدر مثال میتونم بزنم، یعنی اصلا حجم اینا طوری هستش، حجم این اخبار اونقدر زیاده که واقعا یک توان خارق‌العاده، توان مافوق بشری میخواد تحمل اینها، شنیدن اینها و تحمل اینها و غمگین نشدن، پریشان نشدن، عصبانی نشدن. خیلی زیاده، خیلی زیاده. من نمیدونم تعداد چقدر بگم. نوید افکاری، جوان مردمو چگونه نامردی بیرحمانه بردن به دار کشیدن، قبل از دار کشیدنش کتکش زدن و خوردش کردن، یا همین اصلا تمام مردم ایران و همین مجرمان عادی، کسانی که دزدی کرده بودن، نمیدونم زورگویی کرده بودن، باجخوری کرده بودن، اینها رو میارن در خیابونا میچرخه. این مخالف مواد جهانی حقوق بشر بین المللی هستش که در مورد مجرمی وجود داره، در مورد مجرمی کیفری، اینا رو میارن تو خیابون میچرخونن، آنچنان تحقیر میکنن، کتک میزنن. آخه نمیدونم، به شطور گفتن کوهانت کجه، گفت کجام راستی که کوهانم راست بشه. اینا برخوردشون با چه چیزی، با چه چیزی ناقض حق انسانهای ایرانی نیست؟ این رو باید پرسید و مجموعه حرکات اینا رو بگیری، مجموعه سیاست های اینا رو بگیری، از دروغگویی هاشون، از پنهان کاری هاشون،
از زدن مردم، از کشتن مردم، از دزدی‌ها و یغماگری که از بودجه عجیب عمومی مردم میکنن، مردم رو دچار چنون گرونی میکنن. یا میگن دارو هم تحریم. امروز یا دیروز بودش رئیس واردات دارو گفت شاید 30% از داروهای سنگین و بساط از آمریکا ما بوده. امیدوارم تونسته باشن در این حد جواب داده باشن. خیلی ممنون. در واقع یه تصویری از وضعیت حقوق بشر در این سال رو مطرح، به طور عموم و خصوصا در این سال رو مطرح کردید. میخواستم از آقای نایب هاشم بپرسم فعالیت هایی که طی سال اخیر شده و خودتون خیلی هم در این مسئله درگیر هستید، تا چه حد تأثیر داشته بر روند اینکه این سرکوب رو در واقع یک مقدار نرمتر بکنه؟ یعنی واقعیت همینه که سرکوب همونطوری که آقای مختاری میگن یه چیز سیستماتیکه، یعنی شده جزی از ذات این رژیم، یا شاید برخی میگن از اول هم همینجوری بوده، کلن حکومت های ایدئولوژیک اینجوری هستن. ولی من میخوام بگم که مجموعه فشارهایی که هم در ایران جامعه مدنی ایران به حکومت وارد میکنه و هم جامعه جهانی به حکومت وارد میکنه، سازمان ملل، شورای حقوق بشر، فعالین حقوق بشر، کارهایی که شما انجام میدید، چقدر در این سال مؤثر بوده در این که رژیم ناچار بکنه که عقب نشینی بکنه تا اندازی؟ بفهمید. خب البته میدونید که ما مدافعان حقوق بشر هم امسال با مشکل کرونا مواجه بودیم. یعنی که مثلا من همسرم که هفته ها در شورای حقوق بشر حضور پیدا میکردیم، ما دو تا جلسه عملا به خاطر کرونا نتونستیم حضور پیدا کنیم. بود جلسه ماه مارس یا اسفند ما هم که بودیم، در میانش یا در خود جلسه شورای حقوق بشر یک هفته در به تعویق افتاد و تعطیل شد به خاطر خود کرونا و ما زودتر از معمول برگشتیم، به جای 4 هفته 3 هفته بود. بنابراین یک سری امکانات به اصطلاح بگیم لابیگری، امکان اینکه بحث بکشه با مسئولان کشورهای مختلف، مسئولان حقوق بشر کشورهای مختلف، هیئت نمایندگی کشورها، عملا کمتر شد. این البته به این معنی نیستش که تلاش ها ادامه پیدا نکرده در چارچوب های غیر حضوری، بنابراین نام نویسی ها و غیره ادامه داشته، ولی واقعیت اینه که مدافعان حقوق بشر هم امسال با مشکلاتی مواجه بودن تو عرصه های مختلف. مثلا فرض کن حالا این خودمون رو گفتیم و بطوره یه مثال، ولی مثلا فرض کن امسال که قرار بوده که کنفرانس محیط زیست توی ماه همین نوامبر برگزار بشه، برگزار نشد و یک سال عقب افتاد و قرار سال دیگه برگزار بشه. بسیاری از مجامع بین المللی که باید تشکیل می شدن خب نشدن. یه کرونای اومده که دشمن همه است، یعنی در این حالی که در مسائل ناقضان حقوق بشر با مدافعان حقوق بشر یک کارزار مداوم دارن، یه ویروسی هم اونها رو تحت فشار قرار میده، هم ماها رو تحت فشار قرار میده، همه رو میخواد بکشه، همه رو میخواد از بین ببره. بنابراین خب در این ارتباط تاثیر داشته. تاثیراتی که هستش خب در جامعه جهانی و تلاشایی که ما میکنیم، گاهی اوقات صحبت میشه که شما هفته ها کار و زندگی رو میذارید و میرید اونجا، خب به هر حال از زمینا از لحاظ مختلف قطعا هزینه برداره دیگه. یعنی خب من باید به جای خودم پزشک اینجا استخدام کنم، به جای همسرم در واقع نوع دیگه باید برنامه ریزی بکنه، خب اینجا باید از عزیزان دیگه کمک بگیریم، اونجا به هر حال شرایط خودشو داره، خیلی کم میخوابیم، 3 ساعت 4 ساعت میخوابیم و به هر حال هزینه های اونجا هم داره. ولی خب این دستاوردها کافیه. من همیشه میگم خب اونقدر ارضا کننده هست که ما با شوق و علاقه باز هم این کارو میخوایم تکرار بکنیم و باز هم ادامه بدیم، حالا اگه کرونا بذاره. بنابراین مسئله این هستش که دستاوردها، این انتظاراتی که خب شاید باشه که به صورت دفعی ناگهانی بسیاری از مسائل تغییر بکنه، خب اینطوری نیست. یعنی اینکه باید زمانه آروم آروم پیش بره، گاهی اوقات قابل بازگشت هست. یعنی مثلا فرض کنید یه دوران می‌بینیم که آقای کرونا، آقای ترامپ مجموعه دستاوردهایی که مثلا بشریت داشته در رابطه با محیط زیست و مثلا فرض کن به قرارداد
پاریس انجام میده خب میزنه زیرش، حالا برجام و مثلا میزنه زیرش، مسائل مختلف. بعد شورای حقوق بشر دوباره میاد بیرون مثل زمانی که بوش هیچ وقت نخواست بیاد توی شورای حقوق بشر. بنابراین اینها هست، یعنی کاملا روند خطی به جلو رو نداریم. ولی که وقتی نگاه میکنیم به تاریخ، وقتی نگاه میکنیم شرایطی که اولین قطعنامه همون سال 64 یا 85 میلادی اشاره کرد آقای مختاری عزیز، تا الان خب خیلی فرق کرده. یعنی اون در واقع زمانی هستش که زمانی هستش که خب ما در واقع دنیای دیگه ای داشتیم. تازه مثلا فرض کن کنوانسیون لغو شکنجه تازه تصویب شده بود. مال زمانی هست که وقتی کشتار در واقع 67 صورت میگیره، 3 سال بعد از اون و زندان ها رو خالی میکنن، یه دو سال اونا تظاهر میکنن که ما با شما همکاری میکنیم با جامعه بین الملل، و مثلا گالیندوپول و بعدن کاپیتون رو چند سال راه میدن. به جایی میرسه که یک سال اصلا قطعنامه صادر نمیشه، یعنی در حالی که خب همه رو کشته بودن و همه رو نابود کرده بودن، ولی این حد رو فکر میکردن که جامعه بین المللی میشه پذیرا بود که شاید اینا به راه راست و به راه درست بیان. خب برای بیش از یک سال، حالا به یه معنی 3 سال و به یه معنی 1 سال بیشتر طول نمیکشه و دوباره قطعنامه ها صادر میشه. اون موقع مثلا فرض کنید رأی مخالف رو 50 کشور تا 60 کشور ممکن بود رأی مخالف بدن به قطعنامه مربوط به نقض حقوق بشر در ایران. ولی حالا با اینکه کشورها خیلی بیشتر شدن، اون موقع تعداد مثلا شاید 150 کشور 157 کشور در این حدود بود، الان خب ما 193 کشور در دنیا داریم که عمدهشون محکوم میکنن این مسئله رو به طور با رأی زیاد. همراهان جمهوری اسلامی در دنیا خیلی محدودترن و در انزوا همشون هم با همدیگه به درجات در انزوا قرار دارن. یعنی که ما با شرایطی مواجه هستیم قابل قیاس با قبل نیست. شما شرایط امروز رو در حالا مثلا زندان ها در نظر بگیرید، حالا درسته که اعتراف اجباری هست، درسته که شکنجه جسمی هست، شکنجه روانی هست، بسیاری از مسائل هستش که خب روش کار میشه، ولی خب با سالهای 60 کسانی که اون سالها رو تجربه کردن در زندان‌ها متفاوت هست و خب باید نهایتا تلاش کرد که وضعیت از این نظر تغییر بکنه. بعضی از کنوانسیون‌های جهانی رو تصویب کرده جمهوری اسلامی، مثل کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون مربوط به افراد دارای معلولیت، و این باعث میشه که مدافعان حقوق بشر یک دستاویزهای بیشتری داشته باشن برای اینکه بتونن فعالیتشون رو ادامه بدن. ولیکن چیز مهم اینه که نسبت به اون چیزی که جهان در حال تغییره، جهان نسبت به 30 سال 40 سال پیش تکامل پیدا کرده، این حد از تغییرات در جمهوری اسلامی بسیار اندک بوده و این انزوایی که جمهوری اسلامی داره بیشتر و بیشتر شده. اگر تلاش مدافعان حقوق بشر نباشد و نبود، قطعا وضعیت از این بدتر نبود. این میزان محدودی که در واقع یه مقدار میشه گفتش که در جهت منفی زیادتر حرکت نکرده و جهان به مقدار زیادی در جهت مثبت حرکت کرده، خب وضعیت رو نشون داده که بیش از پیش انگشت نما باشه. شاید همون سالهای واقعیتش هم اینطوری، همون سال 64 که ما میگیم، شاید 10-15 کشور بودن که قطعنامه های کشوری پیدا میکردن در کمیسیون حقوق بشر اون موقع یا در مجمع عمومی سازمان ملل. امروز 4 یا 5 کشور هستن که قطعنامه میگیرن و کشورهای محدودی هستن که انگشت نما هستن در این رابطه. بنابراین ما به همین دستاوردها گاهی اوقات باعث میشه که در اثر تلاش ما برفرض یک حس میکنیم، حداقل مستقیم شاید خیلی موقع مشخص نشه، ولی در اثر همون تلاشی که حالا گزارشگر ویژه میکنه از راه دور، با اینکه راهش نمیدن به ایران، و خانم باشله میکنه به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر، گاهی اوقات میبینیم که یه مرخصی داده میشه، گاهی اوقات میبینیم که یه زندانی که خود زودتر آزاد میشه، امکانات معینی پیدا میکنن. ولی خب مسلمه که این امکانات خیلی محدود هست، ولی که اونقدر هستش که این دستاورد ما رو به اندازه مختصری خوشحال بکنه، و اگر این تلاش ها نباشه به سرعت به شدت میتونه این وضعیت بدتر بشه و این
امیدوارم که باعث بشه هر چه بیشتر افراد پیلوت بکنن در راه، یعنی هر کسی خودش مدافع حقوق بشر بدونه، در رابطه با مسائل مختلف دست به روشنگری بزنه، افشاگری بزنه، تا اینکه این نقص حقوق بشر هر چه بیشتر محدود بشه. مرسی، خیلی ممنون. من همین احساس شما رو دارم. اگر این فشارهای جامعه بین‌المللی و شورای حقوق بشر سازمان ملل و مجموعه فعالین حقوق بشر ایرانی و چه غیر ایرانی روی جمهوری اسلامی نباشه، سرکوب‌ها بیشتر تشدید میشه. من اینو قبول دارم در واقع، و این هم نتیجه این تلاشایی هستش که مجموعه از دوستان از جمله شما انجام میدید. آقای مختاری، یه مسئله شما مطرح کردی، من دوباره بعض اونو چیز میکنم، مسئله آقای جلالی رو باید دوباره روش صحبت بکنیم تا همین برنامه، ولی یک مسئله که اینجا آقای نایب هاشم مطرح کردن، کشورهایی که در واقع به نفع جمهوری اسلامی رأی میدن در شورای حقوق بشر سازمان ملل، این کشورها آدم خب اینا رو میبینه و میدونه که خود این کشورها هم زیر فشار شورای حقوق بشر سازمان ملل هستن، ولی گاه هم بعضی کشورها رو میبینه که واقعا آدم چیز میشه، یعنی فکر میکنه که چطور ممکنه، یعنی روسیه از اینا حمایت میکنه یا چین حمایت میکنه. من خواستم از شما بپرسم چرا به عنوان مثال کشوری مثل هند از اینا حمایت میکنه و چرا ما ایرانی ها مجموعه نیروهای فعال، چه حقوق بشری چه نیروهای سیاسی، چرا به طور مثال من هندو میگم چون میشه تاثیرگذار بود، چین رو نمیشه روش تاثیر گذاشت، هرچند اونها رو میشه مورد پرسش قرار داد، چرا ما اینا رو مورد پرسش قرار نمیدیم؟ عرض کنم خدمتتون که همونطور که دکتر گفتن، ایشون و همسرشون و همیشه خدا، من حداقل 11 سال خودم شاهد بر این تلاش واقعا خستگی ناپذیر و نفس بر این دو عزیز هستم که میرن هفته ها در شورای حقوق بشر شرکت میکنن و پانل های موازی برگزار میکنند، قطعنامه مینویسند و تقدیم میکنند کشورهایی رو که به نفع جمهوری اسلامی رأی میدن یا اساسا رأی ممتنع میدن رو مورد خطاب قرار میدن، اسامیشون رو تو شبکه های حقوق بشری پخش میکنن. ما تلاشمون میکنیم، من یک نکته رو ما باید توجه بهش داشته باشیم. میبخشم مختاری، منظورم فعالین حقوق بشر تلاششون رو میکنن چون مستقیما اونجا درگیر هستن، ولی چرا مجموعه نیروهای دیگر، جامعه مدنی ایران، مجموعه نیروهای دیگر، چرا اینها، من مثال هند رو زدم چون هند یک کشور دموکراتیکی است، چرا هیچ موقع نمیان اعتراض بکنن؟ ببینید من الان به اونجا میرسم. بله بله، گفتمان اساسا برگردیم به ما معرفت، بعد یه درک معرفتی از انسان و حقوق بشر پیدا کنیم. این درک معرفتی رو جامعه سیاسی ایران تازه میشه گفتش که به نظر من حتما میتونه درست نباشه، ولی من اینطوری، من چون یک آدمی هستم که از اون جریان، یعنی بالغ بر 50 سال تو این جریان هستم، این پروسه مبارزات سیاسی در ایران رو به شکلی درش همیشه بوده ام، خودم و خانواده ام، اینه که برداشت من این هستش تازه از نیمه دوم دهه 70 گفتمانی به نام گفتمان حقوق بشر در سپهر سیاسی و فرهنگی ایران آمد، یک مسئله روز شد. تا قبل از اون فعالان سیاسی، سازمان‌های سیاسی اون موقع فعال اصلی، نه مثلا کسانی به سازمان‌های مثل جبهه ملی، بلکه سازمان‌هایی که در واقع مطرح بودن، با شاه مبارزه کردن، در سرنگونی نظام شاه
بی تاثیر نبودن. اصلا گفتمان حقوق بشر بر ما مطرح نبود. ما اصلا انتخابات رو میگفتیم این کلاهبرداری سرمایه‌داریه. تازه از اون موقع هستش که ما رسیدیم به ای بابا اینطوری نیست. لیبرالیسم یک فوش بود. بعد این که لیبرالیسم یعنی چی؟ لیبرالیسم یه پایه دموکراسیه. لیبرالیسم سیاسی یعنی برگزیدن نمایندگان، یعنی مخالفت با دیکتاتوری. این هستش که هنوز این فرهنگ در سازمان‌های سیاسی ما غالب نشده با اون معنا که اینو بدونم که باید ما به اون برسیم. فعالین سیاسی، سازمان‌های سیاسی به اون برسیم که به دموکراسی نمیتوان دست پیدا کرد مگر اینکه از کانال حقوق بشر. اونجور که به این نرسیدیم بیشتر همون مسئله قدرت سیاسی رو مطرح میکنیم و او رو مورد نقد قرار میدیم تا بیاییم پایه کارمونو همین کانال وارد این کانال حقوق بشر بشیم کار داره. ولی خوشبختانه گام های سریع در این راه برداشته میشه. ببینید من مایلم چند کلماتی به جملات آقای دکتر اضافه کنم. من خودم زندانی سیاسی بودم در دورانش. وقتی میشستم تو اون حیات بنده پنج محکوم به حبس ابدم بودم با دوتا برادرم، یکی جوانتر یکی مسن‌تر. این دیوارا رو که نگاه میکردم، دیوارا زندان رو، به نظرم اینمد که هر چیز زمان میگذشت این دیوارا بلندتر میشن. سال 56 که شروع شد به این که تظاهرات خیابانی شد، خواست آزادی زندانیان سیاسی مطرح شد، وقتی به این دیوارا نگاه میکردم من فکر کردم دیوارا کوتاه میشن و فرو ریختنش رو حس میکردم. پیام من به همه فعالین حقوق بشر این هستش که درسته شاید این رنج و زحمتی که کشیده میشه، این دوندگی هایی که کشیده میشه، نتیجه اش چنان نباشد که ما انتظار داریم، نتیجه اش چنان نباشد که ما آرزو داریم، اما باور کنید در سایش اون دیوارها مؤثره. در قدرت دادن به عزیزان زندانی ما در این که اون شرایط غیر انسانی، اون شرایط وحشیانه رو بتونن با کمی درد کمتری، نه که درد نبرن، میبرن، رنج میبرن. انسان در زندان رنج میبره، انسان در انفرادی داغون میشه و شاید مرهمی بر اون زخمای عمیق باشه، خوب کننده زخما نیست ولی مرهمی هستش که دردش رو کاهش میده. و دستاوردهای ما هم کم نیست. این حال هم نباید به این مثلا خودمون تیغ‌زنی کنیم. ببینید همین من در آلمان زندگی میکنم. دولت آلمان به طرز بسیار بسیار محافظه‌کارانه‌ای با مسئله حقوق بشر در ایران روبرو بود، برخورد میکرد. حتی حزبی به نام حزب سبزها وجود داره اینجا که الان به حزب دوم شده، داره از حزب اسپده، حزب سوسیال دموکرات مدت ها زده جلو در شهرهای بزرگ، از حزبای سنتی دموکرات مسیحی هم داره جلو میزنه. حتی اینها میمد مثلا فرض کن خانم کلادیا اوغوس که از رهبران اصلیشون، که از نظریه پردازانشون، میره تو سفارت جمهوری اسلامی ایران و روز انقلاب اسلامی رو جشن میگیره، باشون رو سری میندازه سرش. حالا هرچی خانم بگه خانم این تو داره میزنی اهانت میکنی به بانوان مبارز فمینیست ایرانی، اینها کتک میخورن در خیابونا که این روسری رو نندازه تو سرشون، تو داوطلبانه میدادی رو سره. ادعاشون چیه؟ میگن که باید ما یک راه دیالوگ با اینا رو باز داشته باشیم. ولی همه امسال بر اثر ادامه این تلاش ها و اعتراضات که ما ها کردیم، نامه هایی که نوشتیم، عملیاتی که اکسیون هایی که دادیم، تظاهرات های خیابانی که کردیم، جلو پارلمان اروپا رفتیم، تو پارلمان اروپا رفتیم، با نمایندگان مسئول حقوق بشر صحبت کردیم، با نمایندگان مسئول میز ایران صحبت کردیم، مدرک بردیم، هم مدرک باید ببریم، مدرک بردیم، ثابت کردیم چی داره میگیم. خب باعث شدش که امسال بعد از اعدام زنده‌یاد نوید و مسئله آبان، 48 نفر از نمایندگان مجلس فدرال
که اینا نمایندگان بسیار سراسری هستند. یه سری ما نماینده داریم مجلس های ایالتی هستند، قدرت اونا رو ندارن. 48 نفر قطعنامه میدن و سازمان ملل میخوان که روی مسئله آبان ایران رسیدگی بشه. شما اینا رو بگیرید و برسید به دهه 60. در دهه 60 من خودم که برادرم قتل رسونده بودن اینا، خودم فراری بودم، جرئت نداشتیم ما جایی بگیم که برادر من رو کشتن، جرئت نداشتیم حتی مادر و پدر و خواهر دور هم جمع شیم و مثلا یادی از عزیزمون بکنیم، چون میمدن باقی رو هم میگرفتن، هر کدوم به یک سو در میرفت و این غم رو با خودمون میکشونیم. من مایلم الان به این پیامی که امروز عده‌ای از بانوان مادران و خواهران دادخواه دادن و از دیوار خارج از کشور درخواست کردن که مسئله دادخواهی رو با توان بیشتر، با پیگیری بیشتر دنبالش باشند، اشاره کنم که ما دنبال دادخواهی باید باشیم، ما باید روشن بکنیم، دنبال این باشیم که روشن بشه که چه شده، چه چیزهایی در اون درسهای تاریکی اینا قایمه. وقتی اینا بیاد بیرون، وقتی حقیقت بیاد بیرون، اون درد همگانی میشه. اون موقع مردم ایران باید بفهمن حقیقت چیست و با من دادخواه هم درد خواهند شد. این ازش که تلاشهای الان داره صورت میگیره که به طور مجازی دادگاه های بین المللی مثل یه بار تاورا تشکیل شده، مثل دادگاهی که برتران راسل علیه جنگ آمریکا در ویتنام برپا کرد، یک بار تریبونال برگزار شده، الان یک دادگاه لاهه میخوان به صورت مجازی برقرار کنن، شکایاتی شده و برای اولین بار این شکایت رو دادگاه لاهه پذیرفته و شماره ثبت داده. ما دنبال همه این کارها با تمام توانمون باید باشیم که اینا رو وادار بکنیم که به اون قوانینی که امضا کردن، ببینید خود منشو تعهدی پیش نمیاره، ولی کنوانسیون ها وقتی امضا بشه و بره تو مجلس داخلی یا هر کشوری امضا بشه الزام آوره. اینا کنوانسیون ها رو امضا کردن، تو مجلس هم رفته، مثل دو کنوانسیون الحاقی معروف حقوق مدنی سیاسی، حقوق اجتماعی اقتصادی فرهنگی، امضا کردن در سال 1354 توسط دولت وقت هم در مجلس تصویب شده، ولی پابندش نیستن، اجراش نمی کنن. اینها رو ما باید وادار بکنیم که این مسائل اجرا به اجراش پابند بمونن و میتونیم. همین چیزهایی که تا حالا به دست آوردیم کم نیستش. حتی خود ماهایی که تو این دوران هستیم نگاه کنیم به یک سال پیش تا حالا. همین یک سال پیش جان دکتر همسرشون و بنده یه نامه‌ای دادیم به مسئولین ارتباط با ایران پارلمان اروپا، یه درخواستی داشتیم. این درخواست ما به نوعی در عهدنامه‌ای که پارلمان داد منعکس شد و این واقعا هم دکتر هم من هم خانم شعله زمینی همسر ایشون واقعا خوشحال بودیم. ما انرژی گرفتیم، انرژی مجددی گرفتیم. همه فعالین حقوق بشر رو من پیام بهشون میدم، خواهش میکنم ازشون فکر نکنن کوچیکه، فکر نکنن کمه این چیزایی که ما به دست آوردیم. ما با یه دولتی رو برستیم که میلیونی باج میده که بهش رأی مثبت بدن، یه دولت پولدار. ما کار خودمونی میکنیم و ادامه خواهیم. مرسی آقای مختاری، مرسی که جامعه راجع به مسئله و فعالیت های حقوق بشری خودتون و دیگر فعالین توضیح دادید، به اضافه این که اون نکته ای که مطرح کردید، وقتی در زندان آدم هست اون دیوارها هی بلندتر میشن وقتی حمایت میشه. من دوستانی دارم که تو ایران طی سالهای اخیر زندانی بودن، همینو گفتن، گفتن که وقتی بیرون مطرح میشه اینها عموما در بازجویی‌های دوباره که میکنن میگن، یعنی خود اون بازجوام میگن که ما میدونیم که به اصطلاح چی کارهایی دارید میکنید و چگونه دارن از بیرون از شما حمایت میکنن. یعنی یک مقدار فشار روی زندانی و زندانی ها کم میکنه. آقای نایب هاشم، یه مسئله که این روزها خیلی همه رو، حالا ما خصوصا که در سوئد زندگی میکنیم، خیلی بیشتر میشه گفت آزار میده، اون هستش که یک ایرانی که تو سوئد زندگی میکرده، پژوهشگر هست،
استاد دانشگاه بوده. خب میره ایران، حالا به دلایل مختلفی میگن این قبلا رفته بوده اسرائیل، بله رفته بوده برای پروژه های کاری و کنفرانس ها و اینا. جمهوری اسلامی سعی کرده به نوعی این موضوع رو مثل همه موارد دیگه، یکی از ویژگی های کشورهای اینچنینی هست که افراد رو به یک کشور خارجی وصل میکنن که وابسته به این یا اون کشور هست و سرکوب میکنن. و تجربه هم طی این سالا نشون داده که اینا افراد رو در واقع به نوعی به عنوان تومم استفاده میکنن که در ازاش چیزی بخوام بگیرن از کشورهای دیگه. این کار رو تا بارها و بارها کردن. در این مورد مشخص هم خب برخی میگفتن خب این رفته اسرائیل، اومده چرا رفته ایران؟ خب این حقشه که کشور خودشه بره. این آقای خندان دیروز یه موضوعی رو مطرح کردن که در زندان صحبتهایی که با آقای جلالی داشته، همه اون چیزهایی رو که به نام ایشون جمهوری اسلامی مطرح کرده دروغ بیش نبوده، یعنی عملا ساختگی هست. و الان هم این مسئله اعدام، فکر میکنید که با توجه به اطلاعاتی که شما دارید تا چه میزان جدی هست؟ تا چه میزان اگر جدی هست چه اقداماتی تا الان شده و چه اقداماتی میشه انجام بشه؟ ما اینجا یه سری اقداماتی کردیم، از دولت سوئد خواستیم که فعالتر برخورد بکنه. من زیاد خبر ندارم از اتحادیه اروپا و دیگر مجامع جهانی که چگونه برخورد میکنن، یا اینکه این مسئله رو بیشتر برای باجگیری داره استفاده میکنه جمهوری اسلامی. چه اطلاعاتی شما دارید؟ صدای شما قطع است آقای قطع میکنم برای اینکه یه صدا محروم نشه. ببینید بلافاصله در واقع یک روز بعد از اینکه میشه گفت چند ساعت بعد از اینکه اون حکم احتمال اعدام رو به وکیل و خواهر آقای احمد رضا جلالی نشان دادن، چون میدونید به تازگی حکم هارم نمیدن، به اینکه فکر میکنن که ممکنه که در سطح جهان پخش بشه و بدونن که چگونه در واقع اونها ظلم میکنن. نشان دادن وزیر خارجه سوئد و نخست وزیر سوئد، بسیاری از محافل اروپایی و خب بر مبنای اطلاعاتی که از جمله ما در اختیار سازمان ملل دادیم، آقای جاوید رحمان گزارشگر ویژه ایران و خانم کالامار، آگنس کالامار گزارشگر ویژه مربوط به اعدام‌های خودسرانه، اقدام یعنی بیانیه اقدام عاجل دادن، یعنی واقعا یک روز نگذشته بود، یعنی اینکه این مسئله آنچنان از هر من از شمس برای همه هستش که به هر حال کسانی که مستقیما درگیر هستن با این مسئله بلافاصله واکنش نشون دادن، بلافاصله همه خبردار هستن. ما تو این مدت خب تلاشمون رو ادامه دادیم. من به هر حال دیشب باز آخرین خبرهایی بود که انتظار میرفت، نگرانی بودش که چه بسا امروز صبح این حکم اجرا بشه، دوباره از ارگانهای سازمان ملل خواستیم که نسبت به این مسئله حساسیت نشون بدن. اونها میدونن و دارن این حرکت رو میکنن. در کنار این در واقع موازات با این، یعنی خب این اقدامی هستش که ما مدافعان حقوق بشر در راستای احقاق حق انجام میدیم، برای اینکه خب این فرد کاملا بیگناهه، یعنی کسیه که او رو در اثر اعترافات اجباری و نه تنها او، بسیاری از زندانیان سیاسی عقیدتی دیگه، دوست دیرینه چند ده ساله من کامران قادری که در اتریش زندگی میکرد، خودش بیمار منه، هم خانوادهش بیمار منن، روی شقیقه اون هفتیر گذاشتن و گفتن که تو بگو جاسوس اتریش هستی تا ما به هر حال آزادت بکنیم از فریبایی که میدن. اون وقتی رو نوشته بعد کار نکردن، بعضی مدت راضی نشدن، یعنی آخه اتریش که چه جاسوسی از ایران بخواد بکنه، دوباره این کار کردن، گفتن تو باید بگی جاسوس آمریکا هستی تا ما تو رو در واقع حالا آزاد بکنیم، که نکردنم. یعنی در مورد تمام این افراد چنین در احکامی رو صادر میکنن بر مبنای اعترافات اجباری. خود آقا همینجور که گفتید، آقای خندان گفته که
یکی از صادق ترین آدمایی که باهاش تماس داده رضا خندان همسر نسرین ستوده، احمد رضا جلالی هستش، اون دورانی که اون اعتصاب قضا بود و من هم با او در مقاطع اعتصاب قضا بودم، حالا الان دقیقاً یادم نیست به چه شکلی، خب بیشترین رابطه رو آدم باهاش برقرار کرد، یعنی من از حال اون خبر داشتم، او از حال ما خبر داشت. به هر حال وضعیت اینطوریه که یه پیوندهای عملاً ایجاد میشه و این آدم رو آدم میبینه که چقدر در واقع آدم سالمی بوده و هست و همه چی در اثر اعترافات اجباری بوده و هست و حالا همونجوری که شما میفرمایید یک گروگانه، یعنی در کنار این تلاشی که به صورت علنی دارن همه میکنن، کسانی که میخواهن در واقع میانجی این گروگان گیری بشن، خب دارن با محافل جمهوری اسلامی که به طمع در واقع دستاورد بیشتر این تومه شما یا به قول شما یا این گروگان رو میخواهن مبادله بکنن، دنبال این مسائل هستن. و خب من به سهم خودم خوشحالم که حالا این وقفه معینی اتفاق افتاده، ولی که این خطر بالای سر احمد رضا جلالی هست. احمد رضا جلالی نه تنها نباید اعدام بشه، باید آزاد بشه، برای اینکه کوچکترین گناهی نداره. و نه تنها آزاد باید بشه، او کسی هست که تو این دوران کرونا از کسانی هست، از تخصصش روی این موضوع که چجوری با این پدیده هایی مثل کرونا که ایجاد میشه، بحران هایی که در پزشکی ایجاد میشه، چجوری مقابله کنه، یعنی فوق تخصصش در این زمینه است. و به جایی که از او بهره گیری بشه در این مورد، ما میبینیم که خب با این سیستم مواجه هستیم که او رو بخواهند خطر اعدام بالای سرش باشه. به همین جور که تو صحبت های آقای مختاری عزیز هست، این رو تهدید کردن که شما یا اعتراف میکنی و تو رو میکشیم، یا اعتراف نمیکنی با نشان دادن عکس از جلوی خانه او در سوئد، مثلا همسرش داره بچه رو، مثلا فرزندش رو داره میبره به مدرسه، یعنی اینقدر نشون بدن که برای ما اینها در دسترس است، اونها رو میکشیم. اعتراف میکنی تو را میکشیم، اعتراف نمیکنی آنها را میکشیم. یعنی با همچین حکومتی ما سر و کار داریم که به طور علنی باج میگیره، به طور علنی گروگان میگیره. فرق خودش رو من با این رو تکرار کردم، فرق خودش رو مثلا با داعش نمیفهمه، حتی نمیفهمه که مسئولیت جهانی داره، عضو سازمان ملل، القاعده نیست، داعش نیست. اینو اصلا درک نمیکنن این حضرات که به عنوان یه عضو سازمان ملل نمایندش میاد اونجا میشینه و حالا موزم میگیره. این حد از درک تو این آدم ها متاسفانه وجود نداره و به خاطر همین هستش که دولت، حکومت سرکش به حساب میاد، به عنوان دولتی به وجود میاد که فرقی بین اینها و داعش جهان براشون قائل نیست و خب مسلمه که در این رابطه محدودش میکنه. آقای احمد رضا جلالی فعلا امروز اعدام نشد. این به این معنی یک دستاورد هست، ولی که هیچ بعید نیستش که توی این رضایت و عدم رضایت این گروگانگیرها یک مقطعی این خطر از سرش رفع شده باشه، به باجیریشون ادامه میده. من توی این روزها که وقتی این مسئله صحبت کردن گفتم که بسیار در واقع نابخردی، بی تدبیریه که حتی اگر از موضع گروگانگیر باشه آقای احمد جلالی رو به این راحتی اعدام بکنن. باید سعی بکنن که در واقع باجی بیشتر بگیرن، ولی باید افشا کرد. از نظر ما مدافعان حقوق بشر باید این پدیده افشا بشه. ما موضعمون اینه که کسانی که نقض حقوق بشر رو انجام میدن، اینها باید حتما محاکمه بشن، به عدالت سپرده بشن. حالا کسانی که این وسط به اصطلاح میانجی هستن، صلح‌ساز هستن، صلح‌بان هستن، اینها ممکنه که مذاکراتی بکنن و نهایتا مثلا فرض کن او رو مبادله کنن با یک جانی که در خارج کشور قصد جنایت داشته، متهم هست به جنایت، و حالا موفق بشن یا موفق نشن، و امیدواریم که به هر حال جان آقای احمد رضا جلالی به هر صورتی نجات پیدا کنه. الان این نگرانی از یه زاویه بیشتر شده، حالا با اینکه این اتفاق روی نداده، این که خیلی به طور محرز و قطعی زن و فرزندان او در معرض خطر ترور در خارج کشور قرار دارن و تهدیدهای معینی که انجام شده. این آخرین اتفاقاتی هست که
در حال حاضر هست، تلاشا ادامه داره و باید موفق بشیم، یعنی تلاشامون رو دوچندان بکنیم تا اینکه این گروگان رژیم رو بشه آزاد کرد. ولی که خب دیدید دیگه، وقتی که یه گروگانگی توی بانک یا توی یه مرکز دیگه گروگانهاری رو میگیره، خونسا کردن اون هم خیلی هم راحت نیست. و اینها در اون سطح، در سطح القاعده، در سطح داعش متأسفانه. مرسی، خیلی ممنون. آقای مختاری، وقت زیادی نداریم، اگر در پایان صحبتی دارید برای 2 دقیقه اگه بتونید بفرمایید که بتونه مثلا، چون ما 55 باید تمام بکنیم برنامه رو، بفرمایید. عرض کنم که آقای دکتر عمر توضیح دادن در مقابل در مورد مسئله آقای جلالی. من اینجا مایلم در پایان نقمی بزنم به مسئله دادخواهی و امیدوارم که جنبش دادخواهی چنون عمق پیدا بکنه که ما اینا رو بکشونیم به پای میز روشن شدن حقیقت. و در قصد بفهمه در مورد آقای دکتر جلالی، تنهایی نیست که ایشون رو باید آزاد بکنن، بلکه باید جبران بکنن صدماتی رو که بر او و خانوادهش وارد کرده. من اتفاقا امروز این ماده 14 از اعلامیه جهانی علیه در مورد معاهده منع شکنجه تو دستم افتاد، داشتم میخوندم. در اونجا میگه که دولت‌ها را موظف به جبران لطمه وارده به قربانی شکنجه، پرداخت خدمات کافی و منصفانه و امکان اعاده کامل به وضع سابق. این حداقل چیزیه که باید اینها تنبیهش بدن، نه تنها در مورد ایشون، در مورد تمام کسانی که با زندانی سیاسی گرفتن و الان در زندان هستن یا اومدن بیرون و داغونشون کردن به لحاظ روانی روحی، در مورد سپیده قلیان، در مورد اسماعیل بخشی. من باز هم پیامم این هستش که ما نباید ناراضی باشیم یا مثلا دلخور بشیم. اینا منافع ملی این کشورها، در اول منافع خودشون رو در نظر میگن، نه منافع ما رو. اینه که اون تصور، اون درک معرفتی که ما از حقوق بشر داریم اینها دارن، ولی این رو در ارتباط با منافع ملی خودشون میگیرن. این رو باید بپذیریم و ببینیم تو اینجا چیکار میتونیم. مرسی، خیلی ممنون آقای مختاری که در برنامه شرکت کردید. خیلی ممنون آقای نایب هاشم که در این برنامه شرکت کردید و به طور جامع در یک جنبندی خوبی از اوضاع حقوق بشر در این سال انجام دادید و به اضافه این که به برخی مسائل روز هم پرداختید، از جمله درباره آقای جلالی، دکتر جلالی، که امیدوار هستیم که ایشون آزاد میشن. با تشکر از شما و با تشکر از تلویزیون رنگین کمان و با تشکر از فرشاد عزیز، امیدواریم که این برنامه مورد توجه بینندگان و شنوندگان تلویزیون رنگین کمان و برنامه میزی گرد جمهوری قرار بگیره. شب و روز شما بخیر.